خب امروز میخوام توی این ویدیو با هم دیگه یه قرمه سبزی خیلی خوشمزه رو توی زودپز آماده کنیم. بله توی زودپز، از اونجایی که من دوست داشتم خیلی سریع و سریع این غذا آماده بشه و حوصله طولانی توی آشپزخونه موندن رو ندارم، همه ی آشپزی هم توی 2 دقیقه است. خب امروز هم میخوایم با هم دیگه این قرمه سبزی رو توی زودپز آماده کنیم. مواد لازمش رو من برای 2 نفر آماده کردم. 2 پیمونه برنج به مقدار دلخواه، میتونید که لوبیا اضافه بکنید، ولی خب به صورت نرم میگن که هر نفر 1 قاشق غذاخوری لوبیا قرمز باید داشته باشه. 2 تا پیاز، حالا اگر که پیاز زیاد دوست ندارید میتونید 1 دونه استفاده بکنید. من از این لیمو امانی های سلایس شده دارم، خب ولی باید نونش رو در بیارم که تلخش نکنه. و اینکه سبزی قرمه سرخ شده کنسروی دارم، از اونجایی که اینجا همچین چیز بهتری نتونستم پیدا کنم از این هم استفاده میکنم و همچنین به میزان دلخواه گوشت. خب توی مرحله اول من میخوام که پیاز رو خوردش بکنم و یک تفتی بدم، ولی خب حالا با هم بریم ببینیم که چطوری توی زودپز میخوایم این کار رو انجام بدیم. و همینطور برنج رو هم میذارم که خیس بخوره، لوبیا رو هم به مقدار دلخواهم جدا میکنم میذارم خیس بخوره و بزن بریم. من پیاز هام رو خورد کردم و الان میخوام توی زودپز اون رو تفت بدم. همیشه اولین گزینه ای که باید بهش توجه بکنید انتخاب کردن یک برنامه مناسب واسه اون چیزی که میخواید بپزیده. همطور که الان میبینید شماره 1 برای پختن گوشت هست و همینطور به ترتیب تا شماره 15 هر کدوم مسئول یک کاری هست. ولی خب برای تفت دادن من باید برنامه شماره 5 رو انتخاب بکنم و حالا نه تنها برای تفت دادن پیاز، بلکه بعدش که میخوام بهش گوشت رو اضافه بکنم، سبزی رو اضافه بکنم، هم میتونم از همین برنامه شماره 5 استفاده کنم. خب توی مرحله اول من باید منو رو بزنم، خودش به صورت دیفالت 1 رو انتخاب میکنه. من میرم تا به شماره 5 برسم و الان که به شماره 5 رسیدم این به صورت اتومات شروع میکنه به کار کردن و توی این مرحله من باید روغن مورد نیازم رو به زودپزم اضافه کنم. خب این در واقع داره میگه که 30 دقیقه زمان لازم داره تا تفت داده بشه. اینجا 3 مرحله لو، مدیوم و های داره. در واقع میزان گرمایی که میخواد به این، در واقع میزان حرارتیه که داده میشه بهش. بعد از اینکه برنامه انتخاب بشه دیگه هیچ تغییری توش نمیشه بدیم. به مرحله روغنم اضافه میکنم. یکم روغن زیاد ریختم چون که قراره چیزای زیادی رو باش تفت بدم. اول از همه پیازم که خورد شده، بعدش گوشتم، سبزی و خلاصه اینکه روغن زیاد میخواد دیگه. من پیازم رو به این اندازه خوردشون کردم، حالا اضافهش بکنیم. همطور که صدای جلیز بلیزش میاد نشون میده که به اندازه کافی خوب گرم میکنه، این مثل مایتاب است. و برای که کفشم خط نیفته از لیسک استفاده میکنم. خدا من نمیدونم پیاز زیاد دوست دارم اون غذا، ولی خب باید خیلی ریز باشه دیگه. الان تقریبا 10 دقیقه است که پیاز ها تفت خوردن و همطور که میبینید یکم طلایی شده، دیگه وقتشه که سبزی رو بهش اضافه بکنم. خیلی باید حواسم به سبزی باشه که نسوزه، چون تقریبا دما زیاده و خیلی باید همش بدانم. کل برنامه 30 دقیقه بود. 10 دقیقه رو برای پیاز در نظر گرفتم، حدودا 10 دقیقه رو برای سبزی و 10 دقیقه آخر رو برای گوشت که ادویه ها رو هم بهش اضافه بکنم و بعد از اینکه آب اضافه کردم بذارم با لوبیا دیگه بپزه. همطور که میبینید دیگه بعد از گذشت 10 دقیقه تقریبا رنگ سبزی هم عوض شده و یکم تیه شده و آبش هم گرفته شده. توی این مرحله بعد از اینکه در واقع گوشتم آب شده دیگه، تا الان گوشتم رو اضافه میکنم تا تفت نهایی رو با گوشتم بدم. یه همین مرحله میتونم ادویه های مورد نظرم بهش اضافه کنم. من یکم پاپریکا، یکم فلفل سیاه،
مقدار خیلی کمی زردچوبه. و یکم خیلی کم هل اضافه میکنم بهش. و بعد دوباره همش میزنم. و توی مرحله آخر لوبیاهام رو که گذاشتم اینطوری توی آب قرار گرفته و چند بارم آبش رو عوض کردم رو به مواد آماده شده الانم اضافه میکنم. توی این مرحله یکم آب جوش بهش اضافه میکنم و بعد لیمو امانی هام رو که به این صورته بهش اضافه میکنم. من چون دوست دارم ترش بشه لیمو امانی یه مقدار بکنم، دارم زیاد میریزم ولی خب البته حالت عادی باید سه تا لیمو امانی کامل میریختم، حالا که اسپایس شده دیگه خب پس حق با منه. اوکی. و توی مرحله آخر بهش نمک اضافه میکنم. خب دیگه توی این مرحله که همه چیز بهش اضافه کردم، درش رو میبندم و برنامه رو به یه برنامه‌ای که برای پخت گوشت مناسبه تغییر میدم.